شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع بحثمون بیشتر برای خانواده ها، اون هم جوانان، در خصوص موضوع فرزند خواهی صحبت کردیم. یه سری احکام رو در مورد جلوگیری از بارداری و همچنین سقط جنین در برنامه گذشته در این موضوع صحبت شد، احکامش هم گفته شد. ولی اگر کسی با سوالی داشت میتونه مطرح کنه، حالا یا با همین برنامه یا با دفتر مرجع تقلید. موضوع دیگر این هست که روش های پیش آمده برای بارداری، تلقیح مصنوعی. افرادی هستن به طور طبیعی خلاصه فرزنددار نمیشن، علاقمندن که دارای فرزند باشن، به روش های جدید متوسل میشن، گاهی سوال میکنن آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا اشکال ندارد. هرچند در این موضوع تفاوت فتوا اجمالا وجود داره، اما حالا ما کلیاتی که میتونه برای بینندگان، اونهایی که به این مسائل نیاز دارن، مفید باشه عرض میکنیم و احکام کلی رو بیان میکنیم. اگر باز مسائل جزئی مد نظرتون بود یا سوالی داشتید میتونید سوالتون رو مطرح کنید. تلقیح مصنوعی یه وقت است که بین زن و شوهر است، به این معنا که به طور طبیعی اینها صاحب فرزند نمیشن، اما میان به روش‌های جدید اسپرم رو از شوهر میگیرن و به خانم تزریق میکنن، تلقیح میکنن، بعد صاحب فرزند میشون، یا حالا ممکنه تقویت هم بکنن. اینا دیگه حالا جزئیاتش هست. این یک. دو، این که نه، اسپرم را از غیر شوهر، مرد دیگری میگیرن، اینم باز امکان داره. گاهی وقتا ممکنه که اشکال از خانم باشه که باز همین رو به اصطلاح نسبت به خانم انجام میدن. که حالا اجمال مسئله این هست که اگر از خود زن و شوهر این عمل رو انجام بدن، یعنی اسپرم بگیرن، حالا تقویت میکنن یا تلقیح میکنن همجوری، و اینا صاحب فرزند میشون، فتوای فقها این هست که اگر همراه با کار حرام نباشد، به این معنا که بدن نامحرم دیده نمیشود، بدن نامحرم لمس نمی شود و به جاهایی که نباید نگاه کنن نگاه نمی کنن، حالا ممکنه همجنس هم باشن پزشک، ولی به جاهایی که نباید همجنس هم نگاه کنه نگاه نمی کنن، اگر همراه با کار حرام نباشد اشکالی نداره. ممکنه بگید خب این که ممکن نیست. چرا؟ ممکن است که به خود خانم آموزش میدن برای تزریق و تلقیح، یا خودش اصلا پزشک باشه، وارد باشه، این کار رو انجام بدهد، و اگر همراه با کار حرام نباشد اشکالی ندارد. این فرض اول. ولی اگر همراه با کار حرام باشد، نمونه هاش رو هم گفتیم، این جایز نیست، مگر اینکه در هنگام معالجه بیماری که دیگه مستلزم نگاه جدید یا لمس جدید نباشد این کار رو انجام بدن، اشکالی نداره. و اما شیوه دوم که مثلا اسپرم رو از مردی بگیرن غیر شوهر، اکثر مراجع معظم تقلید نظرشون این هست که این روش حرام هست و جایز نیست، گرچه بعضی از مراجع هم باز با همون قید اول فرمان این کار فی نفسه اشکالی نداره اگر همراه با کار حرام نباشد. این روش دوم. و اگر نسبت به خانم مثلا تخمکی از خانمی بگیرن و تلقیح رو انجام بدهن، این هم باز بسیاری از مراجع میگن که در صورتی که همراه با کار حرامی نباشد اشکال نداره. حالا این کلیاتی بود. ممکن ادم این فرضایی که ما گفتیم به خاطر
محدودیت در بیان نسبت به یه سری مسائلی که خب نمیشه در رسانه عمومی برای مخاطبین عام بیان کرد گویا نباشد، اما اجمالی از مسئله را همچنان که اول گفتیم عرض کردیم. حال اگر کسی فرضاً میخواد به این روش متوسل بشود، راه چاره اینه، یه تماسی میگیره با دفتر مرجع تقلیدش یا کسی که مورد اطمینان هست در بیان احکام شرعی، مسئله رو مطرح میکنه، شیوهی که میخوان انجام بدن میگه، وظیفش هم مشخص میشه، حکم شرعی رو میگن، به وظیفشون عمل میکنن. خب این اجمالی از این مسئله که به مقداری که فرصت داشتیم خدمتون عرض کردیم. و اما چون که ما سوالاتمون زیاد هست، دو تا سوال هم از برنامه قبل داشتیم که باقیمون از سوالاتی که انتخاب کرده بودیم ما نداشتیم بخونیم، باز هم سوالات بیشتری داریم، این موضوع هم دیگه همین مقدار اکتفا میکنیم، موضوع جدید رو میگذاریم برای برنامه آینده و میریم تا لحظاتی دیگر سراغ سوالهای شما. سوال کردن در مورد سقط جنین صحبت کردید و مسائل آن گفته شد و گفتید که در هر صورت دیه دارد و دیه آن باید پرداخته شود. دیه سقط جنین چه مقدار است و به چه کسی میرسد یا به چه کسی باید پرداخته شود؟ اصل این که به چه کسی پرداخته شود ما در برنامه قبل گفتیم، به وارث این جنین و بچه. یعنی بچه وارثش کیه؟ پدرش هست مثلا، یا اگر پزشک کار انجام داده باشه پزشک باید دیه بدهد، پدر، مادر، اگر برادر و خواهر هم داشته باشه در مرحله بعد است، اولین وارث پدر و مادر هستن. گرچه در طبقات ارث فرزند هم هست، اما این جنین که فرزندی ندارد. بعد هم اگر پدر و مادر با همین کار رو انجام داده باشن دیه باید بپردازن به برادر خواهرای این جنین و این کودک. باز سوال کردن که بله، دست کشیدن بر صورت در قنوت آیا وجه شرعی دارد یا ندارد؟ در مستحبات قنوت همچون چیزی وارد نشده است، یعنی ما نداریم که مثلا دعایی که خوندید قنوتتون تمام شد بعدش دستتون رو بر صورت بکشید، اما بعضی ها میکشن، اشکالی نداره، نماز باطل نیست. مثل نگاه به انگشتر عقیق که بعضی ها مقید هستن موقعی که دست میگیرن میخوان دعا بخونن اینو برمیگردونن بهش نگاه میکنن، اینم در قنوت وارد نشده ولی مبطل نمازم نیست که حالا بگیم اگر کسی این کار رو کرد مثلا نمازش باطله. نه، نماز باطل نیست ولی وارد نشده، ثوابی هم برای این شمرده نشده است. سوال کردن که در ازدواج موقت نیز رضایت پدر شرط است؟ اولا اینجا رضایت نیست و اجازه است و فرق است بین رضایت و اجازه. این نکته رو من بیشتر توضیح میدم چون که موارد متعددی ما داریم که رضایت کافیه، اما در برخی از موارد اجازه میخواهد و رضایت تنها کافی نیست. رضایت به این معنا که میدونیم طرف راضیه، مثلا شما به یک کسی بدهکاری دارید ولی میدونید راضیه، مثلا فرزن لباس او رو برمیدارید باش بخواد نماز بخونید، میدونید راضیه. منزل کسی رفتید کتاب تو قفسه برمیدارید نگاهی میکنید، میدونید راضیه. اینجا اجازه هم نمیخواد، رضایت کافیست. اما در مسئله ازدواج دختر که تا کنون ازدواجی هم نداشته است، برای بار اولش هست میخواد ازدواج کنه، فتوای مشهور فقها این هست که پدر و جد پدری بر او ولایت دارن، به این معنا که باید از اونها اجازه بگیرد. صرف این که او راضی است ازدواج کند یا راضی است با این شخص ازدواج کنه کفایت نمی کنه. میگه میدونم راضیه، نه میدونم راضیه کافی نیست، باید اجازه بگیرد. و بنابراین اینجا اجازه شرط است نه رضایت. این یک. دو، سوال این بود که در ازدواج موقت هم آیا رضایت شرط است؟ در این مسئله فرقی بین ازدواج موقت و دائم نیست. بله، اگر دختر پدر دارد یا جد پدری داره، یعنی پدر پدر دارد، باید اجازه بگیرد. بدون اجازه فتوای مشهور فقها و مراجع تقلید این است که این ازدواج صحیح نیست و این عقد باطله. خب اگر عقد خونده بودن بعدم پدر اجازه داد، قبلش تا کنون صحیح نبود اما بعد صحیح خواهد شد، این اجازه مصحح هست. تمام. بعضی ها سوال میکنن طرف دختر سنش بالا رفته، خودش مصلحت خودش رو تشخیص میده، گاهی اصلا مستقل است،
حالا میخواد ازدواج کنه، بازم باید با پدر اجازه، از پدر اجازه بگیرد، با او هماهنگ کند. بله، فرمودن که اکثر مراجع میگن بله اجازه میخواد، مگر اینکه به نحوی باشه که واقعا مستقلا زندگی میکنه، پدر هیچ دخالتی نداره. مثلا موردی رو اصلا سوال که بودن چندی پیش پرسیده بودن که پدر اصلا معتاده، یا اصلا خانمش طلاق داده، دختره با مادر زندگی میکنه، او اصلا هیچ دخالتی که نداره، هیچی، اصلا به اینا سر نمیزنه، احوالشون نمیپرسن و فعلا هم مثلا به راحتی نمیتونن پیداش بکنن. بعضی از فقها فرمودن اگر اینجوریست که استقلال داره و هیچ دخالتی اون در زندگیش نداره، اجازه نمیخواد. اما بعضی دیگه میفرمان اگر دسترسی ندارد، یعنی بخواد هم اجازه بگیره، حالا پدر رو پیدا نمیکنه، نمیتونه از او اجازه بگیرد. و فرض دیگر این که اگر دختر میخواد ازدواج کنه، یک همسر کفر و همتای او پیدا شده است، دخترم مصلحت خودش رو تشخیص میدهد، ترس این داره که این خواستگار بره دیگه خواستگار مناسبی براش پیدا نشود، و پدرم بی جهت مخالفت میکنه، نمیذاره با این ازدواج کنه، اینجا یا اجازه نمیدهد، در این فرض هم فقها نظرشون این هست که در این صورت اجازه پدر ساقط هست و بدون اجازه او میتونن عقد رو بخونن و عقد صحیح هست. سوال پرسیدن در نماز عید فطر دیر رسیدیم و نفهمیدیم چه کار بکنیم. خب اگه مسئلهش بلد بودید میفهمیدید و این مسئله خیلی مشکل نیست، اما شاید نشنیده باشید. تو رساله های عملی توضیح المسائل این مسئله نیست. حالا ممکنه کسی بعد مراجعه کنه منو پیداش نمیکنه. نگاه کنید، در نمازهای یومیه وقتی در جماعت شما دیر میرسیدید که دوم سوم، معمولا وظیفه مشخص هست، همه هم میدونن، تو رساله هم هست. اما نسبت به نماز عید فطر و قربان که وضعیت خاصی داره، یا نماز آیات یا نماز میت، تکلیف چیه، چه کار باید کرد در نماز عید؟ چون که قنوت های متعددی داره، ولی دو رکعت هست. اگر در رکعت اول رسیدید و چند قنوت رو نرسیدید، مثلا قنوت سوم رسیدید، اشکال نداره، اقتدا کنید، اون تعداد قنوت باقی مانده رو با امام جماعت میخونید، بعدش هم قنوت ها رو سریع ولو با یک صلوات یا با حتی یک تکبیر به جا میارید و سریع رکوع میرید، به رکوع امام جماعت برسید، و اگر به رکوع نرسید به سجده هم برسید، نمازتون صحیح است. رکعت دوم هم باشه همین، ولی چون که شما الان رکعت اولتونه، رکعت بعد رو خودتون میخونید. این نسبت به نمازید. پس اگر دیر رسیدید مشکل حل شد. اگر وسط قنوت ها بود شما تکبیرت الاحرام میگید، باقی مانده قنوت ها رو با امام جماعت میخونید، بقیه‌اش هم با صلواتی یا ذکر کوتاهی دیگه اون ذکرها و دعاهای مفصل رو نمیخونید و میرید رکوع، به رکوع امام جماعت رسیدید یا به سجده هم برسید، نمازتون صحیح هست. در نماز آیات چون که رکوعهای متعدد داره، در هر رکعت 5 تا رکوع داره و تمام این رکوع هم رکن است، اگر در رکعت اول به رکوع اول رسیدید، رکعت رو درک کردید. اگر رکعت دوم رکوع دوم بود، دیگه شما در رکعت اول نمیتونید اقتدا کنید، باید صبر کنید رکعت بعدی. در رکعت دوم اگر به رکوع اول رسیدید، به جماعت رسیدید، نرسیدید اصلا شما به جماعت نرسیدید، باید رو فرادا بخونید. نماز میت هم باز همین، هم خلاصه بگیم، ظاهرا وقتمون دیگه رو به پایان هست. در نماز میت اگر به جماعت خونده میشه، شما هر موقع رسیدید تکبیر میگید، نماز شروع میکنید، تکبیرهای باقی مانده رو با امام جماعت میخونید، بقیه‌اش هم خودتون میخونید، ادامه میدید، و یعنی تا 5 تا، و نماز صحیح هست. ظاهرا دیگه وقتمون به پایان رسید. امیدواریم که بازم بتونیم در خدمت شما باشیم با مسائلی دیگر انشاءالله. خدا نگهدار. خلاصه این برنامه در خصوص جزئیات لقاح مصنوعی، مراجع محترم فتاوای متفاوتی دارند که هر کس باید به مرجع تقلید خود رجوع کند. بنابراین در این برنامه به مسائل کلی اشاره می شود. لقاح مصنوعی دو فرض دارد. در فرض اول از اسپرم و تخمک خود زن و شوهر برای لقاح مصنوعی استفاده می شود و در فرض دوم از اسپرم مردی دیگر یا تخمک زنی دیگر استفاده می شود.
فرض اول که تلقیح بین خود زن و شوهر انجام گیرد اشکالی ندارد، اما در صورتی که مستلزم انجام کار حرام مانند نگاه حرام و لمس حرام نباشد. به فتوای بیشتر فقها فرض دوم که در آن از اسپرم مردی دیگر یا تخمک زنی دیگر استفاده می شود حرام است، گرچه بعضی از فقها معتقدند لقاح مصنوعی در این فرض نیز همانند فرض قبل در صورتی که مستلزم کار حرامی نباشد جایز است. بنابراین لازم است هر فرد در مورد جزئیات مسئله مورد ابتلای خود به مرجع تقلید خود مراجعه نماید. در برنامه بعدی به موضوع احکام فرزندداری می پردازیم.